نام سانه ژاله در نخستین واکنش های دولت ایران به تظاهرات ضد حکومتی دیروز شنیده شد. دولت ایران میگوید سانه ژاله دانشجوی بسیجی بوده که دیروز توسط مخالفان دولت کشته شده. مخالفان اما روایت دیگری از کشته شدن این دانشگاه هنر تهران ارائه میکنند. علی همدانی و جزئیات بیشتر. چند نفر از مردم هم مجروح شدند که در این حادثه علی‌رغم تلاش پزشکان متاسفانه یک نفر از اونها به شهادت رسید که کسی که احمد رضا رادان او را شهید می‌خواند این فرد است. سانه ژاله دانشجوی کرد سنی ورودی 1387 دانشگاه هنر تهران. اصرار حکومت ایران بر بسیجی و طرفدار حکومت بودن این کشته شده تظاهرات دیروز از نخستین واکنش‌های دولت بود به راهپیمایی دیروز معترضان. پوشش خبری تلویزیون ایران از آنچه راهپیمایی دانشجویان بسیجی دانشگاه هنر در اعتراض به کشته شدن سانه ژاله نامیده. یاد و خاطره دانشجوی بسیجی شهید سانه ژاله را گرامی داشتند. تلویزیون ایران گزارش داده دانشجویان بسیجی علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان شعار میدادند و آنها را قاتلان اصلی سانه ژاله معرفی میکردند. اصرار رسانه‌های حکومت ایران بر طرفدار حکومت بودن این دانشجوی کشته شده با گفتگوی تلویزیونی با خانواده او ادامه پیدا کرد. فکر می‌کنید چه کسانی پشت این قضیه، پشت این فتنه هستند؟ اما مخالفان دولت ایران از کشته شدن سانه ژاله روایت دیگری ارائه می‌کنند، روایتی کاملاً وارونه با آنچه حکومت می‌گوید. این ویدیو را یکی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران برای بی بی سی فرستاده. تحسن و راهپیمایی امروز دانشجویان طرفدار جنبش سبز دانشگاه هنر تهران در حمایت از سانه ژاله. این همکلاسی‌های آقای ژاله او را طرفدار جنبش سبز و مخالف دولت ایران می‌دانند و کشته شدن او را به حکومت نسبت می‌دهند. همچنین یکی از کارکنان دانشگاه هنر تهران در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی در مورد سانه ژاله و تحسن امروز دانشجویان این دانشگاه می‌گوید: من سانه را نمی‌شناختم، اما امروز دانشجویان با شنیدن خبر کشته شدن وی حیرت زده شده بودند. آنطور که بچه‌ها می‌گفتند او هیچ ربطی به بسیج نداشت. بچه‌های همکلاسیش او را شهید جنبش سبز می‌خواندند. سانه ژاله از بچه‌های سبز ما بودش و تو انتخابات جزو طرفدار آقای میرحسین موسوی بود و بعد انتخابات هم تمام راهپیمایی شرکت می‌کرد و حتی نزدیک بود تظاهرات روز عاشورا دستگیر بشی که حالا خوشبختانه تو موقع نجات پیدا از دستگیری. این عکس امروز بر صفحه فیسبوک منتشر شده که دوستان سانه ژاله برای اثبات مخالف دولت بودن او به راه انداختند. در این عکس سانه ژاله در حال دیدار با آیت الله منتظری دیده می شود که به ویژه پس از انتخابات سال 88 از جمله حامیان مخالفان دولت به شمار می آمد. اختلاف بر سر ماهیت کشته شدگان پس از انتخابات سال گذشته در ایران و دست داشتن حکومت یا مخالفان حکومت در قتل آنها همواره مطرح بوده. مشهورترین آنها شاید ندا آقا سلطان بود که علی‌رغم اصرار مخالفان دولت ایران تلاش کرد قتل او را به مخالفان نسبت دهد. ادعایی که دولت برای اثباتش حتی دست به تهیه چندین فیلم مستند زد. اما آنطور که مخالفان حکومت میگویند این بار به نظر میرسد دولت زودتر دست به کار شده تا از یک دانشجوی کرد سنی بسیجی طرفدار حکومت بسازد. علی همدانی، بی بی سی. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. یک عراقی که دولت جورج بوش را متقاعد کرد که عراق برنامه مخفی تولید سلاح‌های بیولوژیک دارد، حالا میگوید که حرفش دروغ بوده. رافت احمد الوان میگوید این داستان را سرهم کرده بوده که زمینه سرنگونی صدام حسین را فراهم کند. ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق دلیل اصلی حمله آمریکا و متحدانشان به این کشور در حدود 8 سال پیش بود. در ادامه سفر عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به ایران اعلام شده بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه برای تسهیل مبادلات پولی دو کشور حساب مشترک باز کردند. این تصمیم بعد از اعتراض بازرگانان ترکیه‌ای همراه آقای گل در ایران صورت گرفت که می‌گویند مشکل اصلی گسترش روابط تجاری دو کشور بوروکراسی گسترده و کاغذبازی است. تحریم‌های غرب علیه ایران نقش ترکیه در اقتصاد این کشور را پررنگ‌تر کرده.